درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه مهمترین خبرها. شاهزاده رضا پهلوی جایزه سالانه معمار صلح بنیاد ریچارد نیکسون را به مردم ایران تقدیم کرد. مسئول پزشکیان در نشست بریکس خواستار اقدامات عملی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا شد. 4 متهم پرونده مشروبات الکلی مسموم در کرج اعدام شدند. ارتش اسرائیل مرگ رئیس شورای اجرایی و فرمانده اطلاعات حزب الله را تایید کرد. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که بعد از آنکه کشورش به ایران حمله کند، جهان به آمادگی لازم برای چنین اقدامی پی خواهد برد. ستاد ترامپ حزب کارگر بریتانیا را به مداخله خارجی در انتخابات آمریکا متهم کرد. سهام مکدونالد بعد از شیوع یک نوع باکتری در همبرگرهای کوارتر پاوندر این شرکت 6% کاهش یافت. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز چهارشنبه 23 اکتبر 2024 میلادی برابر است با 2 آبان ماه سال 1403 خورشیدی. شاهزاده رضا پهلوی شامگاه سه‌شنبه اول آبان ماه به وقت محلی طی سخنانی در بنیاد ریچارد نیکسون گفت بادهای جنگ در منطقه ما می‌وزند، اما این جنگ مردم ایران نیست، این جنگ یک دیکتاتور یعنی علی خامنه‌ای است. او در مراسم دریافت جایزه سالانه معمار صلح بنیاد ریچارد نیکسون با تاکید بر اینکه مردم ایران به دنبال صلح، امنیت و آینده‌ای فارغ از استبداد هستند افزود: من این جایزه را به ملت ایران تقدیم می کنم که معماران واقعی صلح هستند و از کتابخانه نیکسون هم سپاسگزارم که اکنون در کنار ملت ایران ایستاده است. شاهزاده رضا پهلوی خاطر نشان کرد که بیشتر دوستان به من می گفتند که در مبارزه برای آزادی کشورم موفق نخواهم شد چون پشتوانه دولتی، بودجه مناسب و ارتش ندارم، اما اکنون من ارتش فوق‌العاده شجاع دارم که از همه هموطنان در سراسر کشور تشکیل شده است. فرزند پادشاه فقید ایران همچنین تصریح کرد پدرم بی وقفه برای ساختن ایرانی مدرن و مترقی تلاش کرد تا کشوری بسازد که در آن رشد اقتصادی، آموزش و توسعه شکوفا شود، همچنان که او و ایران زمان او ستون ثبات خاورمیانه بودند. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنرانی خود از حمایت‌های رئیس جمهور نیکسون از پدرش در سال‌های دشوار بعد از تبعید یاد کرد و اظهار داشت در زمانی که بسیاری از رهبران جهان از پدرم رویگردان شدند، نیکسون در کنار او ایستاد. او با قدردانی از فداکاری‌های مردم ایران هم گفت بزرگترین تایید از اقدامات پدرم نه از سوی دولت‌ها بلکه از صدای مردم عادی ایران شنیده می‌شود، مردمی که امروز هم برای آینده‌ای بهتر مبارزه می‌کنند. مسعود پزشکیان رئیس دولت در جمهوری اسلامی در نشست بریکس گفت که این نهاد نباید صرفاً یک باشگاه گفتگو باشد. وی خواستار اقدامات عملی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا شد و 5 پیشنهاد ارائه داد: محکم کردن عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله و حماس دیگر موضوع مورد اشاره پزشکیان بود. پزشکیان که برای شرکت در اجلاس بریکس راهی تاتارستان شده، امروز چهارشنبه 2 آبان ماه در آغاز سخنرانی خود با اشاره به عملیات نظامی اسرائیل علیه گروه‌های مصمم به محور مقاومت در لبنان و فلسطین گفت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تحولات فلسطین و لبنان خواستار آتش‌بس فوری و دائمی، عقب نشینی کامل نظامیان رژیم اشغالگر از مناطق تحت اشغال و امداد رسانی فوری به مردم غزه و آوارگان لبنان است. او با بیان اینکه نسل کانونی و آینده
میزان موفقیت بریکس را با اعدام و ارقام و سطح توسعه یافتگی و تحول در رشد شاخصهای اقتصادی خواهند سنجید 5 پیشنهاد مطرح کرد. پزشکیان از کشورهای عضو درخواست کرد در سال آینده مسائل اقتصادی و مالی را در اولویت قرار بدهند. او با اشاره به اینکه ایالات متحده بیش از 3 برابر بیشتر از یک دهه قبل مبادرت به اعمال تحریم علیه سایر کشورهای جهان کرده، از اعضای بریکس خواست که گام‌های عملی و حساب شده علیه تحریم‌ها بردارند، به طوری که در آینده هیچ کشوری جرأت و توان تحریم دیگران را نداشته باشد. پزشکیان با اشاره به نقش دلار در مبادلات تجاری جهان گفت دنیا بریکس را با هدف تلاش برای کاستن از قدرت دلار و افزایش مبادلات با پولهای ملی می‌شناسد. این اقدامات به همراه راه اندازی و استفاده از ارزهای دیجیتال و بسترسازی برای استفاده از سازوکارها و فناوری‌های جدید مالی نظیر پیام رسان‌ها در راستای اهداف اصلی بریکس است. پزشکیان در ادامه با اشاره به مانع تراشی کشورهای شمال در دستیابی کشورهای جنوبی به فناوری‌های نوین خواهان تشریک مساعی و مبادله اطلاعات اعضای بریکس در زمینه فناوری‌های نوین شد. در پایان رئیس دولت 14 جمهوری اسلامی با اشاره به تأسیس بانک توسعه نوین از سوی اعضای بریکس گفت که جمهوری اسلامی آمادگی دارد که با این بانک همکاری‌های تنگاتنگی داشته باشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه دوم آبان ماه در اظهاراتی به شکست اسرائیل در حزب جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت که حماس، جهاد اسلامی در کنار حزب الله و سایر گروه‌ها به جنگ علیه اسرائیل ادامه می‌دهند. به رغم اذعان حماس و حزب الله به ضربات سنگین متحمل شده در پی کشته شدن رهبران و فرماندهان این دو گروه توسط اسرائیل، خامنه‌ای در سخنانش مدعی شد که سرنوشت نصرالله و سنبار سرنوشت منطقه را تغییر داد. خامنه‌ای همچنین به کشته شدن معصومه کرباسی، شهروند ایرانی در حمله‌ای در لبنان اشاره کرد. این حمله که روز شنبه توسط هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی انجام شد، منجر به کشته شدن کرباسی و همسرش رضا عباس عوازه شد. عوازه به گفته برخی منابع خبری یکی از فرماندهان حزب الله بوده است. قوه قضاییه ایران اعلام کرد که حکم اعدام 4 متهم اصلی پرونده مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در استان البرز در ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد. مرکز رسانه قوه قضاییه روز چهارشنبه نوشت این 4 تن به اتهام افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد به اعدام محکوم شده بودند. مرکز اعلام کرد که این افراد در حوزه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی در کرج فعالیت و الکل متانول را به جای الکل اتانول برای مصارف بهداشتی عرضه می کرد. بر اساس اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این افراد برای فریب خریدار برگه آنالیز جعلی که نشان دهنده اتانول بودن الکل است ارائه می کردند. الکل اتانول ماده اصلی مشروبات الکلی خوراکی است، در حالی که الکل متانول با بو و خواص ظاهری مشابه الکل اتانول برای انسان سمی بوده و نوشیدن آن میتواند به نارسایی کلیه، از دست رفتن بینایی و حتی مرگ منجر شود. سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن موج اعدام‌ها در ایران از جامعه جهانی خواست تا با حمایت از جنبش مبارزه علیه اعدام در ایران برای متوقف کردن اعدام‌ها در ایران تلاش کند. این درخواست سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه اول آبان ماه و همزمان با 39 هفته کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام زندانیان در ایران و تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام و فعالان مدنی مخالف اعدام در مقابل مجلس شورای اسلامی ابراز شد. سازمان حقوق بشر در واکنش به تجمع مقابل مجلس نوشت که این اعتراض در حالی صورت گرفت که جمهوری اسلامی در سایه تهدید جنگ و سکوت رسانه‌ای دست کم 119 تن را در 3 هفته گذشته اعدام کرده است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان هم گفت که اعتراضات مدنی علیه مجازات اعدام در کشوری که در آن روزانه 5 تا 6 تن اعدام می شوند امری بی سابقه است و باید مورد حمایت گسترده قرار بگیرد. مرانگانش من بعد از چند پیام بازرگانی دانه باشید.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس. 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. آیا از شما کلاهبرداری شده؟ نگران نباشید. جعل اسناد، جعل وکالتنامه، جعل قراردادها و حتی جعل وصیت‌نامه و غیره را ما قانوناً به نفع شما پیگیری خواهیم کرد. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. ارتش اسرائیل سه‌شنبه اول آبان ماه مرگ هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی و حسین علی حازمه فرمانده بخش اطلاعاتی حزب الله را رسما تایید و اعلام کرد که جنازه آنها بعد از ظهر سه‌شنبه در زیر آواری در منطقه المرجه در زاهیه بیروت پیدا شده است. هاشم صفی‌الدین پدر شوهر زینب سلیمانی بود که بعد از کشته شدن حسن نصرالله برای مدت کوتاهی به رهبری حزب الله لبنان رسید. اسرائیل سه هفته قبل اعلام کرده بود که او در حمله هوایی ارتش به زاهیه هدف قرار گرفته است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، حسین علی حازمه فرمانده بخش اطلاعاتی حزب الله هم در عملیات حذف صفی‌الدین و همزمان با او کشته شده است. منابع رسانه‌ای لبنانی و عربی هم پیدا شدن جنازه هاشم صفی‌الدین را همراه با 23 عضو دیگر حزب الله در جاهیه بیروت تایید کردند، اما حزب الله هنوز به صورت رسمی واکنشی به این خبر نشان نداده است. وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که بعد از آنکه کشورش به ایران حمله تلافی‌جویانه کند، جهان به آمادگی لازم برای چنین اقدامی پی خواهد برد. یوآف گالانت در بازدید از یک پایگاه هوایی در اسرائیل خطاب به نیروهای نظامی گفت: بعد از آنکه به ایران حمله کنیم، افراد در اسرائیل و سایر نقاط درک می کنند که آمادگی، آرایش و تدارک شما شامل چه چیزهایی است. و همچنین در شبکه ایکس نوشت که در گفتگوی با پرسنل نیروی هوایی اسرائیل گفته است که بعد از حمله اسرائیل، هر دشمنی که قصد آسیب زدن به اسرائیل را دارد، بهای سنگینی خواهد پرداخت. در خبر دیگر، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگوید که نشانه ای از بازجویی کارمندان پنتاگون توسط اداره تحقیقات فدرال FBI به خاطر درج گزارش فوق محرمانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره آماده شدن اسرائیل برای حمله به ایران دیده نشده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا روز سه‌شنبه از آغاز تحقیقات پیرامون نشر اطلاعات نهادهای امنیتی این کشور درباره آماده شدن اسرائیل برای حمله تلافی‌جویانه به ایران خبر داد. آقای آستین میگوید که هیچ نشانه‌ای ندیده که کارمندی از پنتاگون در لیست تحقیقات FBI باشد. روزنامه جروزلوم پست روز چهارشنبه گزارش داد که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده پیش از ترک تل‌آویو به عربستان سعودی به خبرنگاران گفت: ما در دفاع از اسرائیل در مورد حملاتی که از توی ایران و از توی نیروهای نیابتی ایران می شود مصمم هستیم. وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین گفت این موضوع اهمیت زیادی دارد که اسرائیل به شیبه هایی پاسخ بدهد که باعث تشدید تنش نشود و خطر گسترش درگیری با حزب الله و لبنان را نداشته باشد. بلینکن روز چهارشنبه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد.
ستاد دونالد ترامپ در شکایتی به کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا با توصیف حزب کارگر بریتانیا به عنوان یک حزب چپ افراطی، این حزب را به مداخله خارجی آشکار در انتخابات آتی ریاست جمهوری به نفع کامالا هریس متهم کرده است. مبنای شکایت گزارش‌های رسانه‌ها از تماس بین ستاد خانم هریس و حزب کارگر و همچنین سفر شماری از اعضای حزب کارگر به آمریکا برای تبلیغ به نفع خانم هریس است. ستاد ترامپ میگوید تبلیغات این داوطلبان بریتانیایی کمک غیرقانونی به حساب می‌آید. استیو ریت، وزیر محیط زیست دولت بریتانیا، در واکنش به این خبر تاکید کرده که حزب کارگر اقدامی برای تأمین مالی یا سازماندهی سفر مقامات حزب کارگر برای کمپین به نفع کامالا هریس انجام نداده است. آقای رید گفت شهروندان بریتانیا خودشان می توانند تصمیم بگیرند که پول و وقت خود را چگونه صرف کنند و غیر عادی نیست که حامیان حزبی در یک کشور برای همتای آن حزب در کشور دیگر کمپین کنند. این اتفاق از هر دو طرف و در کشورهای مختلف رخ می دهد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب کارگر در اولین واکنش به این اتهام سعی کرد که سفر شماری از اعضای حزبش برای کمپین در انتخابات آمریکا را کم اهمیت جلوه بدهد و به سابقه طولانی این کمک‌های داوطلبانه اشاره کرد و گفت که داوطلبان حزب کارگر تقریبا در هر انتخاباتی چنین سفرهایی کرده‌اند. جنجال بر سر کمک اعضای حزب کارگر بریتانیا به تبلیغات کامالا هریس نامزد دموکرات‌ها از آنجا آغاز شد که یکی از مسئولان حزب کارگر در شبکه اجتماعی لینکدین از سفر نزدیک به 100 تن از اعضا و کارکنان فعلی و سابق این حزب به آمریکا خبر داد و گفت 10 جای خالی برای داوطلبان دیگر وجود دارد و ترتیب اسکان این افراد داده خواهد شد. ستاد دونالد ترامپ در بیانیه‌اش با مثالی تاریخی از زمان جنگ استقلال آمریکا از امپراتوری بریتانیا گفته است که دفعه قبلی که نمایندگان دولت بریتانیا خواستند در آمریکا خانه به خانه بروند، فرجام خوبی برایشان نداشت. برنامه برنامه‌نویسان بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدری لا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا، در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 www.hidarilaw.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا بهمون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال میکنیم. انفجار مهیب روز چهارشنبه در دروازه ورودی مقر اصلی صنایع هوافضای ترکیه در حومه آنکارا چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقامات ترکیه این حادثه را حمله تروریستی عنوان کردند.
در تصاویر منتشر شده از محل حادثه صدای چندین انفجار و تیراندازی به گوش می رسد. به گزارش خبرگزاری ترکیه، پلیس و تیم‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند. هیچ گروهی تا به اکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. دادستان‌های ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کردند که مدیر اجرایی سابق شرکت عظیم آمریکایی پوشاک ابرکرامبی & فیچ به اتهام قاچاق مدل‌های مرد برای مهمانی‌های جنسی در سراسر جهان دستگیر و متهم شده است. این خبر در نشست رسانه‌ای روز اول آبان‌ماه توسط دادستانی منطقه شرقی نیویورک اعلام شد. شرکت ابرکرامبی & فیچ بیش از 130 سال قدمت دارد. این شرکت تحت مدیریت جفریز در بیش از دو دهه تبدیل به برندی جهانی برای مد جوانان و نوجوانان شد. بر اساس گزارش دادستانی، جفریز و شریک زندگی او ماتیو اسمیت با استفاده از منابع مالی و نفوذ خود اقدام به برپایی مهمانی‌های جنسی کرده و از مردان برای ارضای خواسته‌های جنسی خود و دیگران استفاده می‌کردند. در میان جیم جیکوبسون هم به جذب مصاحبه و استخدام مردان برای این اهداف متهم است. کیفرخواست فدرال ادعا می‌کند که متهمان از دسامبر سال 2008 تا مارچ 2015 درگیر این فعالیت‌های غیرقانونی بودند. قربانیان که برخی از آنها به وسیله وعده‌های شغلی و فرصت‌های مدلینگ وسوسه شده بودند، مجبور به مصرف مواد مخدر و شرکت در اعمال جنسی شدند. مایک جفریز که از سال 1992 تا دسامبر 2014 به عنوان مدیرعامل ابرکرامبی & فیچ فعالیت داشت، در کنار همدستانش دوم آبان‌ماه دستگیر و به دادگاه منتقل شدند. جفریز با قرار وثیقه 10 میلیون دلاری و جیکوبسون با وثیقه 500 هزار دلاری آزاد شدند، در حالی که اسمیت به حبس موقت منتقل شده است. سهام مکدونالد بعد از شیوع یک نوع باکتری در همبرگرهای کوردر پاوندر این شرکت تقریبا 6% کاهش یافت. این اتفاق بعد از آن رخ می‌دهد که مصرف غذاهای این شرکت در 10 ایالت آمریکا تا کنون به مرگ یک تن و مصدومیت دست کم 49 تن دیگر انجامیده است. مرکز کنترل بیماری ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که این شیوع در 10 ایالت گزارش شده و حداقل 10 تن به بیمارستان اعزام شدند. موارد گزارش شده از اواخر سپتامبر تا اکتبر ادامه داشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که دلیل این مصدومیت شیوع نوعی باکتری به نام ایکولای بوده، هرچند که هنوز مشخص نیست که منشأ این باکتری چه بوده، اما تحقیقات بر روی پیازها و گوشت‌های مورد استفاده در این همبرگرها ادامه دارد. این اتفاق چند روز بعد از آن رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به عنوان بخشی از تلاش‌های تبلیغاتی خود به یکی از رستوران‌های مک‌دونالد رفته و به مشتریان همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده تحویل داده بود. نرخ فروش هر دلار آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه به 68700 تومان رسید که 1900 تومان بالاتر از نرخ پایانی مبادلات روز سه‌شنبه بود. در همین حال هر یورو هم تا 74000 تومان فروش رفت که 1800 تومان نسبت به روز گذشته بالاتر بود. به این ترتیب روز سه‌شنبه بازار ارز تهران شاهد ثبت رکوردهای تاریخی تازه برای ارزهای خارجی بود. ریال ایران تا 23 روزی که از حمله موشکی دوم ایران به خاک اسرائیل و تاکید این کشور بر اقدام تلافی جویانه علیه ایران می‌گذرد، 10.4% در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده است. در همین مدت شاخص کل بورس تهران هم 7.4% افت کرده و به 1.970.000 واحد رسیده است. قیمت هر قطعه تمام سکه طلا هم تحت تأثیر رکورد شکنی تازه طلا در بازار جهانی و دلار در بازار تهران با 950.000 تومان افزایش تنها دو روز بعد از حراج سکه توسط بانک مرکزی ایران بار دیگر به 55 میلیون و 400 هزار تومان بازگشت. قیمت هر اونس طلا در جریان معاملات روز چهارشنبه بازار نیویورک با ثبت رکورد تازه 2757 دلاری شاهد افزایش 10 دلار بود. بیننده برنامه‌مان به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.